ادامه برنامه است دوستای عزیز و البته بخش دوم بخش معارف است. دو جوان خیلی ها موفق همچنان در کنار هم داریم، احمد نوی جان و سونیا جان. امید میکنم که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشن و یک سلام خاص هم برشان تقدیم میکنم. سلام علیکم و اول به شما از طریق تلویزیون بک و بیننده های عزیز. تشکر، سلامت باشی نوی جان، خودتان خوش آمدید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده هایی که ما را از طریق پرده تلویزیون تماشا می کنید. ها بسیار خوب، در بخش معارف قرار داریم و سونا جان و همچنان احمد نوی جان با خود داریم. ما در آغاز از نوی جان بپرسیم که صف چند مکتب هستن و تا این لحظات از مکتب چگونه سپری شده؟ من خودم صف 12 مکتب هستم و با مکتب تقریبا مثل شاگردای دیگه درسای خود را پیش میبریم و همچنان آماده کنکور است. سال بعد بخیر انشاءالله کنکور میبریم. بسیار خوب، از کدام مکتب هستی نوی جان؟ لیسه خوستی مصور. بسیار خوب. آها بسیار خوب، موفق باشی. نوی جان چندم نمره صنفتان هستی؟ من اول نمره صنف هستم و همچنان سه سال شاگرد ممتاز هم بودیم. انشاءالله این سال هم بخیر کوشش میکنیم که شاگرد ممتاز باشیم. بسیار خوب. آیا امتحانات چهار نیمه شروع شده در مکتب یا یک هنوز وقت است؟ برای فلحال که شروع نشده، با نظرم که یک ماه و یک نیمه مونده. امتحان چهار نیمه یا سالانه؟ آها چقدر آمادگی گرفتید امتحان چهار نیمه؟ ولی چهار نیمه رو قدر ما سرش تمرکز نداریم چون آماده هستیم انشاءالله. ما زیادتر تمرکز خود ما را در سر کنکور گرفتیم که کنکور پیش روی داریم و آینده ما در دست کنکور هستیم. بسیار خوب. خب سونیا جان هم در کنار ما هست، بپرسیم که البته صنف چهار مکتب هستن و تو این لحظات مکتب چگونه سپری شده؟ من خودم فارغ التحصیل صنف 12 می باشم. چون سال اول که کنکور دادم با نمره 275 در حقوق و بلخ کامیاب شدم. چون از اینکه هدف من بود حقوق، هدف من طب بود، از این خاطر بار دوم آمادگی می گیرم. بسیار خوب. خب دلیلی که خود تربت نخواندی حقوق بلخ را چی بود؟ دلیل اصلی که بود یکی از مسافر شدن است. چون با چهار سال که مسافر میشم از این نمیشد، یعنی رشته مورد علاقه خودم هم نیست کنه. بله. من باید میخواستم هدف اصلی من طب بود. چون از این که بعض نمرات بلند رفت و بعض مشکلات که حتما کنکور دچار شدیم، از این خاطر نتونستم که دفعه اول خود به هدف خود برسونم. انشاءالله و رحمان و دعای شما دوستان میخوایم که بار دوم امتحان بدم، یک چانس دیگه خودم آزمایش کنم اگر خواست خدا بود. انشاءالله و بتونی این سال هم آمادگی بگیری و بتونی به مو مورد برشته مورد علاقه که تب هست کامیاب شدی. آها سونیا جان، خودت در کدام مکتب صنف 12 را تمام کردی؟ در مکتب لیسه شهید جان عبدالحکیم قهرمان. آها بسیار خوب. میشه از برادر ما بپرسیم نوید جان چقدر آمادگی گرفتی به کنکور؟ من دو سال میشه آمادگی میگیرم. در فلحال تقریبا بگوین اگر فیصدی بگوین حدود 90 فیصد دیگه آماده هست. حدود 90 فیصد. 10 فیصد است چرا؟ بخاطر از اینکه بعض فرما است و دیگه است، میخواییم دو یک بار تمرکز داشته باشیم چون طریقه سوالات رو ببینیم. کنکور فرق میکنه، از سوالات مکتب با کنکور خیلی تفاوت داره، از این خاطر میخواییم مراجعه بکنیم با فرما بعدش ببینیم که چی میشه. بله. و رشته دلخواهش چی است نوی جان؟ از من طب است. خودت هم طب است، سونیا جان هم طب. فکر میکنی که بتونی به این رشته کامیاب شوی؟ انشاءالله. بسیار خوب. خب دلیل موفقیت یک معلم بر چی هست نوی جان که بتونه یک معلم به کنکور راه پیدا بکنه و بتونه موفق شود در کنکور، یا در 12 سالی که دوره تعلیمی هست، 12 سال بتونه حفظ بکنه یک درجه خوب را در بسن؟ دلایل مختلف است. مهمترین دلایل امی شده میتونه که اولا باید نفر کوشش بکنه، هدف خود معین بکنه، بعدش تب و تلاش داشته باشه، عزم راسخ داشته باشه و در پهلوی ازی باید دین و دیانت درست داشته باشه. و همیشه نوی جان بگید چطور یک تقسیم اوقات رو به خود آماده کردی؟ به خاطر که خودت هم یک شاگرد ممتاز هستی و مکتب خصوصی هست، البته هم درس مکتب و هم درس و کورس، چقدر بر دشوار نیست؟ چگونه یک تقسیم اوقات به خود جور کردی تا بتونی به هر دوش برسی؟ خب این قسم هست که ما از طرف چاشت زمان که مکتب میرم، در جریان مکتب هم و چیزایی که در کنکور نیاز است اونجا میخوانم، ساعتای خالی که داشته باشه میرم در کتابخانه کتابا رو میخوانم و بعد از او باز طرف های 3 و 4 بجه که تایم کنکور ماست در اونجا میرم و از طرف در جریان صبح تمام تقسیم اوقات ما قسم گرفتیم که نیمیشه ساینسی کار میکنم و نیمیشه اجتماعی میخوانم و شب هم به این شکل ساینسی میکنم. بسیار خب. خب سونیا جان، خود 12 سال مکتب را که تمام کردی، به صنف کدام درجه ها را داشتی و کوشش میکردی که از او هم بیشتر شد؟
در صنف ما زیاد از صنف 7 به بالا دوم نمره بودم، تا صنف 12 دوم نمره بودم. زیاد کوشش کردم که اول بگیرم، اما چون حتما اول نمره از من که یک استعداد خاص داشت از خاطر درجه کسب نکنم، اما زیاد کوشش خدا کردم که یعنی دومم استوار باشه، یعنی دومم درجه دومم دست نده. بسیار خوب. خب سینا جان، خودت چی دلایل را میبینی سبزی که نتونستی نمره ای را بگیری که بتونی راهی البته 15 تم شوی؟ حتما دلایل یکی هست که شاید خواست خداوند نبوده بار اول، که نخواسته که یعنی من بار اول بخوانم، یعنی صبر تحمل مرا شاید امتحان کرده باشه که آیا من چیزی که خداوند میتق قناعت میکنم یا نه. دومی که شاید صحیح درست درس نخونده حتما، یا در درس امتحان که بود بعض مشکلات ها بود، مثلا آیات ها که بود زیادی سر شاگرد ها فشار می آورد، استرس می بود، کوشش می کرد شاگرد ها را زیر استرس ببره. خود دلایل مختلف وجود داره. بسیار خوب. چی فکر میکنی امسال میتونی به شکل درست سرش همون گونه که می خواهی و مایل تست را درس بخونی و بتونی یک نمره خوب را حاصل بکنی تا به 15 طب کامیاب شوی؟ انشالله این بار دیگه سخت‌تر زحمت میکشم، درس خود خوبتر و به شکل بهترتر نسبت به پارسال که خواندم میخونم، و دیگه چون من یک سال تجربه کنکورم دارم دیگه، یعنی آیات دیگه سرم فشار رو بله. سینیا جان میشه بگی یک 15 تب خودت خوش داری و فامیلت چی میگن؟ فامیلت 15 تب خوش دارن یا خوش دارن در دیگر رشته کامیاب شدی؟ نه فامیل هم خوش دارن، یعنی چون فرزند بزرگ هستم در رشته که خودم میخوایم ببینم، فقط اما رشته که خودم خوش دارم بیشتر تب هستم، یعنی میخوایم که دمی یک دکتر موفق که مثلا دکترهای در جامعه خدمت میکنم، مثل از یک دکتر موفق شوم و بچه خدمت کنم. در کدام بخش میخوایی؟ بخش جراحی. بخش جراحی بسیار خوب. نوید جان میشه از خودت بپرسیم، خودت هم میخوایی در 15 طب کامیاب شوی و خاص فامیل چی هست؟ فامیل تا میخوایی که در طب کامیاب شوی بخوانی و یک کدام رشته دیگر دوست داری؟ این قسمی بود که من زمان که صنف نو بودم من زیاد مضمون بیولوژی را علاقه داشتم، خیلی علاقه داشتم و خیلی زیاد خواندم، من که بیولوژی که کیمیا زمانی که من زیادتر خواندم، بعدش صنف 10 و 11 کورس می اومدم، سوالایی که پرسان میکرد پیش از اینکه سوال بکنن من جوابش رو میفهمیدم، بعدش پیش خود فکر کردم، من گفتم در رشته بیولوژی که در مضمون بیولوژی که من علاقه دارم حتما باز علاقه ما در طب هم هست. زمانی که بعد یک تحقیق کردم دیدم بعضی موضوعات طبی را باز علاقه ام زیادتر شد و من خواستم که طب انتخاب بکنم. فامیل از طرف فامیل کدام امانت وجود نداره، برای من میگه هر چیزی که میخوای دلت بونه بخور. بسیار خوب. خب نوید جان، خودت بیشتر که حمایت میکنه در خانواده؟ در خانواده زیادتر پدر جانم مادر جانم زیادتر حمایت میکنه و همیشه برای من گفته که اگر هر رشته‌ای که دلت هست میتونی بخونی اونو رو بخون، نگفته که مثلا فلانی رشته را حتما تو بخون، دلت گفته هر رشته‌ای که میخونی باید من تو انتخاب کنیم. بسیار خوب. خب سونیا جان برام بگه که در پشت هر انسان موفق یک فرد موفق دیگر هست، پس بیشتر کی تشویق میکنه و کی بیشتر البته حمایت میکنه که خودت میتونی هنوز هم یک فرصت یک سال دیگری که فرصت داری کوشش بکنی و بتونی یک آینده خوب را برای خود بسازی؟ دیگر سه بیشتر همراه ما پدر جان و مادر جانم هستن، یعنی زیادتر تشویق میکنن، یعنی تو فشار نمیارن که تو کار خانه بکن، تو یک سال درس خوندی، نه دارن میگن فقط تو آرام راحت درس تا بخون، فقط مشکل که داشته باشی فقط تمام بگو، یعنی پشت ما که میخوایم که موفق شوم با سال داینده در کنکور، فقط پشت سر ما پدر مادر جانم هستن، زیادتر تشویق از طرف اونا میشه. بسیار خوب. خب زمان که محمد نوری هم در عرصه ازی که ما خوب نخونم یک کم رول دارن، یعنی میخوایم که چون میفهمن علاقه من تو بسته زحمت میکشن، یعنی کوشش میکنن تشویق میکنن که ما باید درس زیادتر بخونم. بله بسیار خوب. خب زمانی که خودت با نمره که گرفتی 270 نمره و 15 حقوق کامیاب شدی، 75 با حقوق کامیاب شدی، آیا پدر جان مادر جان نگفتن که امی 15 بهترین 15 هست و برو بخوان و میشه گایندی خوب رو دایی بخش بر خود بسازی؟ در اوایل که بود چون نتایج وقتی که آمده بود نتایج خودم ندیدم، چون جرات دیدن نتایج نداشتم، سیمفی ما بود با اسم زهرا، او برام گفت که در حقوق کامیاب شدی، و از اینکه مورد دیدم اصلا تو جگرخون یا خفه نشدم، از اینکه از امتحان بزرگ مثل کنکور که من موفق سر برم بیرون برامدم خوشحال بودم. بعد از اینکه کم کم یک چند
سال بعد که سپارش رسیده نتایج پدر جان گفتن حقوق بهترین رشته است، از اینکه حتما امیره خداوند بر تو مناسب دیده بخوان. او تو فشار نبودن که تو باید حتما بخوانی، یعنی سال دوم امتحان نده. باز مادر جان گفتن نخیر، اگر یک سال دیگه چون علاقه ازی که در تبسته حقوق نمیتونه به شکل درست و موفقش پیش برده بتانه. من گفتم بله او طور خواسته، مگم خواست خود من که بود باید بار دوم هم امتحان بودم. و در یه عرصه همراه استاد ما نور محمد نوری چی کردیم؟ مشوره کردیم. باز پدر جان مادر جان منم مادر جان و پدر جان قناعت دادن، گفتم بالاخره راضی شدم که بارم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. میشه سونیا جان بر ما بگویی که چی پیام از شاگردا داری؟ چی پیام اخیرت؟ البته چی میخوای از جوانای امروزی، کسایی که مثلا دوست دارن از متعلمین، البته دوست دارن در رشته دلخواهشون کامیاب شون، اما آرزوها بلند است اما نمیتونن و یا نمیخواین کوشش کنن، میگن که کنکور یک چانس است، به نظر خودت چی است؟ نخیر، کنکور شاید 99% زحمت و کوشش یک شاگرد باشه، 1% شاید چانس باشه. اما قسمی که ما امتحان دادیم میدیدیم که یعنی زحمت خودمون بود، یعنی هم قانون را گرفتیم چانس نبود، اما یعنی سوالای کار کردیم درست، سوالایی که مثلا توکلی زدیم اشتباه برآمده بود. کنکور اشگاه چانس بود، نمیتونه وقتی میخوای یک شاگرد موفق شوه اشگاه شکست اول نپذیره. مثل خودم که شکست نپذیرفتم در پی اول، میخوام که بار دوم امتحان بدم و با مرشتی که میخوام کامیاب شم. اصلا شاگرد باید اول هدف خود تعیین کنه، مطابق هدف خود، مطابق هم خواست خود پیش بره، فشار نمیاره سر خود، یعنی اینو فشار نمیاره که ما باید درس بخونم. زیاد درس خواندن خوب نیست، بهتر درس خواندن بهتر است. از اینکه یک شاگرد باید بخونه، یکی زیاد میخونه یکی کم میخونه، اما کم که میخونه بهتر درس میخونه. فقط پیام به شاگرد هم است که یعنی زیادتر درس بخونن، کوشش کنن تا وطن ما را از این جنگ کاسته دایره جنگ داره، فقط ما جوانا میتونیم وطن را نجات بدیم از این حالت. خیلی تشکر، سپاس. و پیام نور نوید جان هم داشته باشیم که برای معلمین چه پیام داره؟ پیام من در نخست همی است که زمان که هدف خود معین مشخص کردن، دوست نزدیک خود کتاب بگیرن، دوست نزدیک ما کتاب است، بعدش باز یک برنامه منظم واسه تهیه بکنن، در پهلوی برنامه دین و دیانت درست داشته باشن و از انسان هایی که در حالت بسیار ناگوار قرار دارد از اونها دور باشن، انشاءالله موفق. خیلی ممنون هست احمد نوید جان و یار و همچنان سینا جان خالی‌زاده که امروز مهمان ما هستن. آرزوی موفقیت میکنیم برای هر دویشان که بتوانن امسال و البته هر کنکور به وقت معینش برگزار شد بتوانن یک نتیجه خوبتر که امانا طب هست کامیاب شوند. آقا بس...